فرض می‌کنم اولین سفرتون رو به پارس جنوبی، مهم‌ترین برنامه‌هایی که دارید برای حالا توصیه و استفاده از این ظرفیتی که در استان بوشهر وجود داره بفرمایید، و مردم و نیروی کاری که به شدت چشم انتظار تدبیر دولت جدیدن تا از این سرمایه جوانان تحصیل کرده استانمون هم بتونن بهره ببرن. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من اول خدا رو شاکرم که توفیق داد اولین سفر در حقیقت کاریم رو در استان بوشهر منطقه عسلویه هم یه بازدیدی داشته باشیم از مجموعه پالایشگاه‌ها پتروشیمی. امروز الحمدلله توفیق پیدا کردیم به اتفاق جناب آقای دکتر احمدی، جناب آقای استاندار، بازدیدم از سکوهای بهره برداری که در حقیقت مربوط به فازهای 1 و 2 بود بازدید کردیم. اولا ببینیم وضعیت رو، وضعیت حالا مشکلات اگر هست، چالش‌های بالاخره دغدغه داریم تو بحث تامین سوخت زمستانی امسال، و خب الحمدلله دوستان نهایت همکاری و تلاش انجام دادن که اینجا واقعا جا داره من تشکر کنم از همه کارکنان و مجموعه خود صنعت نفت بخش پیمانکاری که الحمدلله بحث تعمیرات اساسی دیگه یواش یواش رو به اتمامه، و خب مستحضرید که نزدیک به 700 میلیون متر مکعب گاز کشور، یا بگم 70% تامین گاز کشور از همین حوزه هست، از مجموعه پالایشگاه‌های در حقیقت فازهای پارس جنوبیه. دیشب جلسه خوبی هم داشتیم با مجموعه مدیران ارشد مجموعه، هم بخش بالادست هم پایین دست هم حوزه پتروشیمی. آخرین وضعیت در حقیقت تعمیراتی که انجام شده، آخرین وضعیت پروژه ها رو و چالش هایی که ممکنه در حقیقت تو برنامه داشته باشن دوستان رو مطرح کردن. خب تصمیمات خوبی هم گرفته شد، دوستان هم قول به ما دادن که امسال هم انشاءالله نهایت تلاش رو بکنن حداکثر بهره برداری و ضرب، خصوص که اینجا میدان مشترکه، تمام توان انشاءالله برای اینه که ما حداکثر ظرفیت برداشت رو داشته باشیم. امروز هم به لحاظ اینکه این فاز 14 میشه گفت تقریبا آخرین جزء پالایشگاه‌هایی هست که در حقیقت پروندهش بسته میشه، و قول دادن به ما که انشاءالله این فاز 14 اولین ترینش رو در فصل زمستان امسال به بهره برداری برسه که خیلی کمک خواهد کرد به در حقیقت پشتیبانی گاز شبکه گازی کشور. جا داره من واقعا تشکر کنم از هم استاندار محترم جناب آقای دکتر احمدی، نمایندگان محترم استان، نهایت همکاری رو داشتن. خب بحثی هست تو بحث نیروهای کارگری، دغدغه‌ای دارن دوستان. الحمدلله دولت مردمی هست و همه بحث و همه غم ما هم و دولت بر اینه که انشالله مشکل و معیشت این دوستان عزیزان حل بشه، و امیدواریم که این عزیزان هم حالا بالاخره با ما درک میکنیم بالاخره مسائلی داشتن، مسائل در خصوص معیشت زندگی، اینا رو انشالله دولت تو برنامه داره با سازوکاری که مد نظر هست قابل حله. انشالله دوستان هم پایکار بیان، به خصوص این شرایط تحریمی که واقعا دشمن همه جور ظالمانه داره توی قضایا ظلم میکنه. انتظارم هست که انشالله نیروهای کارگری هم به طور همون جور که قبلا هم بودن واقعا پای کار بودن، و الحمدلله این ثمره فازهای پارس جنوبی به دست نیروهای متخصص و نیروهای کارگر همه بخشا دست به دست هم دادن، و اون رو هم انشالله با تدابیری که دولت مد نظر داره انشالله قابل حله. و در بحث مسائل مسئولیت اجتماعی ما جز تعهدات خودمون میدونیم، هم بخش وزارت نفت هم بخش خصوصی رو انشالله قطعا با یک برنامه‌ریزی خوب و عدالت انشالله اون بحث مسئولیت اجتماعی هم آنچه که به وظیفه ما وزارت نفت است و بخش خصوصی به نحو مطلوب تو برنامه هست که اجرا بشه. و در حوزه اشتغال بومی و به خصوص مدیران ارشد بومی در حوزه خب الحمدلله تصمیمات خوبی دوستان، برنامه‌های خوبی رو توی چند ساله گزارش دادن امروز به من، با قراردادی که با بخش خود شرکت ملی گاز داشته برای آموزش نیروهای بومی در حوزه‌های هم تخصصی هم نیم تخصصی. من فکر می‌کنم اصلا میتونه یه الگویی باشه برای سایر بخش‌های مختلفی که حوزه صنعت نفت گاز داره فعالیت داره. قطعا اینه که انشالله ما این توانمندی نیروهای بومی رو افزایش بدیم، و خیلی هم برای صنعت خوبه هم برای خود منطقه یه آرامشی واقعا ایجاد می‌کنه، و قطعا استفاده از نیروهای بومی و از توان این نیروها حتما انشالله تو دستور کار هست. گفتم با آموزشی که خود وزارت نفت تقبل کرده که در رده‌های مختلف این مهارت‌ها رو برای عزیزان انجام بده و بعدم به کار بگیره این نیروها، اینم انشالله به طور جد هست تو برنامه. خیلی ممنون و متشکرم، قربان شما، خدا حافظ.